دوستان شنونده، همینک در خدمت خانم وحیده خرمرودی هستیم. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، ازشون امروز دعوت کردم، مزاحمشون شدم روز یک شنبه که در رابطه با تظاهراتی که قرار روز 16 جولای در نیویورک برگزار بشه گفتگویی باشون داشته باشم. خانم خرمرودی، اگه صدای منو میشنوین سلام میکنم خدمتتون و تشکر میکنم از اینکه وقت روز یک شنبه تون رو در اختیار ما گذاشتید. با سلام به شما خانم قفاری و با تشکر فراوان از اینکه من رو به برنامه‌تون دعوت کردین و همینجور با سلام به شنوندگان محترمتون که همیشه پایدار به برنامه پر از محتوای شما گوش میدن و همینجور با تشکر از شما که همیشه در چندین و چند سال گذشته مبارز و کوشا در راستای حقوق بشر بر تمام برنامه هاتون همیشه پر محتوا اجرا شده و همیشه براتون آرزو و موفقیت دارم. خیلی ممنون، لطف دارین خانم خرمرودی. اجازه بدین ما صحبتمون رو شروع بکنیم، من زیاد وقتتون رو نگیرم امروز. ممکنه به عنوان اولین سوال بفرمایید که تجمعی که قرار روز سه‌شنبه 16 جولای در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار بشه به چه منظور هست؟ بله، این تجمع از طرف خانواده های اشرفی و لیبرتی اعلام شده که این تجمع در واقع به دروغگویی ها و مزدوری ها و شیطانکاری های نماینده سازمان ملل مارتین کوبلر است که در نقش همونجور که گفتم نماینده کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل با همدستی کامل با ملاها و دست نشونده شون که همون مالکی در عراق باشه به نقض حقوق ساکنین کمپ لیبرتی و اشرف داره ادامه میده و مشغوله. مسئله دیگه که اونها که همون در واقع سازمان ملل خلاف هدف و مأموریت اعلام شده خودش عمل کرده در این چند ساله که کوبلر مأمور رسیدگی به کارهای اشرف و لیبرتی در عراق بوده و خودشون همیشه اعلام کردن که هر کی که به قول معروف به عنوان پناهجو یا پناهنده یا شخصی که مورد نگرانی است اگر حمله به کمپش میشه یا شرایطی صورت میگیره باید بلافاصله این افراد باید از اون محل رو که بهش حمله شده حرکت بدن و به محل سوم منتقل کنن و به قول معروف تضمین بکنن که این نفرات حفاظت شدن. ولی عملا یونامی که از طرف کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل انتخاب شده بود دستور عملش رو نادیده گرفته و خیلی این باعث ناخشنودی خانواده های لیبرتی اشرف شده و اینکه این فرد کوبلر یک خائن به قوانین بین الملل در شورای امنیت سازمان ملل بیش نیست و این بشر به قول مفید نفر قراره در تاریخ 16 جولای گزارش خودش رو که بیشتر در رابطه با عراق که البته وقتی که عراق اسمش میاد به مسئله لیبرتی و اشرف هم اشاره خواهد شد رو ارائه بده که تجمع برای اعتراض به این رفتار و این گزارش دروغ مارتین کوبلر هست. یعنی خودش هم روز سه‌شنبه در شورای امنیت حضور داره، درسته؟ بله، گزارش رو در اون روز میخونه. بله، بیشتر در رابطه با مسائل عراق گفتین شما. بله. خب خانم خرمرودی، روز پنجشنبه 11 جولای هم خبر دیگر از طرف منابع خبری مقاومت ایران مطرح شد و منتشر شد که وکلای ساکنین شکایتنامه‌ای به سازمان ملل ارائه دادن. ممکنه در این باره برامون کمی توضیح بدین که موضوع شکایت چی هست و دقیقا از چه کسی شکایت شده؟ بله، این موضوع شکایت خیلی وسیعه ولی در یک پاراگراف کوتاه در خدمت تو خیلی جمع بهتون اعلام کنم که این شکایت اشاره کرده از خود سازمان ملل و مشخصا یونامی و شخص کوبلر به سازمان ملل شکایت شده که این شکایت نامه مفصل حقوقیه که در حد من نیستش که بیشتر بازش بکنم و فقط در اشاره به اون که مسائل مختلفه که بعد از تحویل کمپ اشرف توسط آمریکا بعد از اون تحویلش به نیروهای عراقی و حملاتی که
نیروهای عراقی در سال 2009 و 2011 به کمپ اشرف کردن رو پیگیری میکنه و که در اثر اون حمله همونجور که دوستان یا شنوندگان واقف هستن ده ها کشته و صدها مجروح به جای گذاشت از مجاهدین و به دنبال اون امضای یک قول مفیاد داشته تفاهم توسط کوبلر و با دولت عراق بدون اطلاع ساکنین انجام شد و به دنبال آن اگه یادتون باشه نقل مکان اشرفی ها به لیبرتی بود و بعد از اون حملات موشکی به لیبرتی و تمام دروغ‌هایی که کوبلر علیه این عزیزان انجام داده و که باعث صدمات جبران ناپذیر انسانی در درجه اول و بعد مادی و معنوی برای ساکنین شده هستش. اشاره کردین شما به این مشکلاتی که هموطنانمون در لیبرتی و اشرف باش روبرو هستن، ولی این محدودیت هایی که این هموطنان در اون به سر میبرن خب بر کسی پوشیده نیست. ما هاست که متاسفانه خبرهای خیلی بد از اون منطقه میرسه و با 4 حمله موشکی خب چند نفر جون خودشون از دست دادن، چند صد نفر زخمی شدن که واقعا دل هر انسان آزاده‌ای رو به درد میاره که هموطنان ما در اون شرایط باید چنین درگیر این مسائل باشن. شما فکر میکنید خانم خرم‌رودی علت اصلی محدودیت‌های اعمال شده بر ساکنین لیبرتی چیه؟ و با توجه به اینکه ما میدونیم ساکنین لیبرتی و اشرف افراد حفاظت شده کنوانسیون 4 ژنو هستن، در این صورت سکوت و بی‌عملی آمریکا فکر میکنید چه پیامی داره؟ بله بله سوال بسیار خوبیه. در کل باید یه چیز رو باید گفت، خیلی کوتاه باید گذاشت توی بغل معروف توی گومه که این کمیسر عالی پناهندگان که عملا خواسته یا نخواسته چشمش رو به این شرایط بسته و آمریکا هم به قول معروف همچنان خط استمالت رو داری از پیش میبره، ولی باید اشاره کرد شکی نیست که همه منشأ همه مناقشات و درگیری ها و دعواها بر سر لیبرتی و ساکنین اون رو از و اشرف افرادی که در اشرف موندن یه چیز بیشتر نیست، اون هم همین رژیم مفلوکیه که دست به هر جنایتی به هر خفتی میزنه که چندی بیشتر بر سر قدرت باشه. این افراد در واقع همین شهروندان اشرف و لیبرتی، مبارزین اشرف و لیبرتی همه میدونن که از روز اول به قول معروف با خودشون قسم و تعهد داشتن که تا این آزادی رو به ایران نیارن، برای مردم ایران نیارن، تا وقتی که این اشر این رژیم خلاص نشن دست از مبارزشون نمیشونن نمیکشن و به مبارزه خودشون برای آزادی و دموکراسی در ایران ادامه میدن. مسئله که دیگه به هم گره میخوره دقیقا همینه که آخوندی در اون طرف ترازو قرار گرفته که حاکم بر ایران با و خیلی وقتا با فشارهاش مستقیم و بعضی وقتا از کانال همین مزدور دیگرش دستشانده دیگرش مالکی در عراق و بعضی وقتا هم با چشمک و چراغ با استمالتی های غربی که خودتون میدونین همکاری میکنه و سعی میکنه ضربه هاشو از این طریقا به این عزیزان مادر اشرف و این ساکنان لیبرتی اشرف بزنه. اتفاقا برای این مسئله من فی اشاره کوتاه میکنم به این آقای به صحبت انسان شریفی به نام آقای بومدرا که در اعتراض به این همه ظلم و پایمال شدن حقوق ساکنین از منصب خودشون استفاده دادن و گفتن که این یک ظلم ناگفته در تاریخ معاصره. خب این همه نشون میده بیعملی و بیعملی آمریکا رو که تبدیل به یک به قول معروف دیگه الان دیگه واقفیم همگی بر یه سنت شرم‌آوری شده که سیاست خارجیش رو همه چیز رو در خط استمالت از رژیم پیش گرفته و در
عرصه دیگه هم ناتوانیش رو، ناتوانی آمریکا از حل محتوایی مسئله بنیادگرایی هست که در منطقه الان به چشم میخوره، مسئله سوریه، بنیادگرایی دیگه در منطقه، در مصر اداره صورت میکنه، اینا همه نشون میده که چقدر ناتوان با این مسئله روبرو میشه و ناتوان برخورد میکنه. وگرنه اگه در چیز قدرت برخورد میکرد که این مسائل اتفاق نمیافتاد. خب از این طرف هم شما خودتون میدین که بهای این ناتوانی و خونسا بودنشون در قبال بنیادگرایی کی باید بده؟ مبارزین و انسانهایی که با جان و با جان خودشون به قول معروف این قسم رو امضا کردن که تا آزادی ملت ایران دست از مبارزشون نمیکشن. اینه که واقعا تنها تعریفی که من میتونم بدم همینه، جز این خونسا بودنشون و به قول معروف خط مماشاتشون دیگه من واقعا نمیتونم بیشتر از این چیزی در قبال این افراد بگم. درسته. در این حال ساکنین اشرف و لیبرتی حامیانی هم دارن در صحنه بین المللی که حمایت میکنن ازشون و تلاشای فراوانی کردن تا حالا. یکی از اونها کمیته بین المللی در جستجوی عدالت هست به ریاست آقای ویدال کوادراس، آلخو ویدال کوادراس. هفته گذشته این کمیته گزارشی داده بود به شورای امنیت ملل متحد. البته متوجه هستم که این گزارش بسیار طولانی بود، فقط چشمم چند تا توصیه رو گرفت. از ازتون خواهش کنم اگه بتونین این توصیه ها رو که به شورای امنیت و به خصوص آمریکا کرده بود برامون به طور خلاصه بگید. بله حتما، همونجور که خودتون گفتین به واقع درست گفتین، این کمیته متشکل از بیش از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکاست که در اجلاس مختلفی داشته در راستای حفاظت اشرف و لیبرتی. این ریاستش رو دکتر آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین المللی در واقع در بین المللی در جستجوی عدالت هستش که به عهده گرفته که این گزارش البته شامل 10 قسمت و 100 بند هستش که جداگونه به دفترهای وزارت خارجه آمریکا و رئیس دوره شورای امنیت و دیگر اعضای شورای امنیت ارسال شده. به طور کلی من بخوام بگم که این که دبیر کل و شورای امنیت رو به تعیین، همونجور که میدونین این وقتی که کوبلر امسال 16 جولای که میره گزارش رو میخونه، در واقع ماموریتش هم در رابطه با یونامی تموم میشه. بله. بعد و مامور جدیدی باید تعیین کنه که از این کمیته خواسته که هر کسی که از روی ملل متحد مسئولیت اشرف لیبرتی رو بر عهده میگیره باید نظرات ساکنین و نمایندگانشون در نظر بگیره و بی‌طرف باشه و بی‌طرفی خودش رو اعلام بکنه. همینطور درخواست کرده که اگر در نماینده ساکنین در همین جلسه 16 ژوئیه شورای امنیت که هستش شرکت کنن و گزارش خودشون رو اعلام بکنن. بعد از دبیر کل شورای امنیت برای تعیین همون نماینده ویژه درخواست کرده که این نماینده باید با نماینده های اشرف و لیبرتی در تماس باشه و نظرات ساکنین نمایندگانشون رو در نظر بگیره و همونجور که شکرم بی‌طرف باشه و مطمئن باشن که این نفر باز مثل مارتین کوبلر مزدور تحت نفوذ حکومت‌های عراق و ایران قرار نگیره. این کمیته همونجوری از دبیر کل و شورای امنیت تقاضا کرده که یک کمیسیون حقیقت‌یاب بی‌طرف تشکیل بدن که این کمیسیون باید چند موردها رو مورد رسیدگی قرار بده که این موردها یکیش همین موشک، دوبار حمله موشکی به لیبرتی بوده، دومیش عملکرد خود همین مارتین کوبلر در رابطه با اشرف و لیبرتی و انتقال ساکنین به زندان لیبرتی و اینکه
نقش او در حملات 9 فوریه و 5 ژوئن بعد در 2013 باید مشخص بشه و در نهایت اینکه شهادت های آقای طاهر بومدرا هم در این کمیته مورد تدابیر لازمه به قول معروف مورد بررسی قرار گرفت بررسی قرار بگیره دقیقاً بله و این در رابطه با همین گزارش ها در رابطه با همین ظلمیه که در واقع دولت آمریکا و ملل متحد و دولت عراق وادار بر روی این محاسبه های واقعا پزشکی و نمیدونم از نظر واقعا انسانی روی اشرف و لیبرتی آوردن که اینها رو باید هرچه زودتر از این محاصره در بیارن بیرون و به کارهاشون رسیدگی بکنن. خانم خرمدی، یکی از فاکت هایی که در قسمت دوم همین گزارش همین کمیته به اون اشاره شده بود موردی بود که کوبلر گویا مخالفت کرده بود با یک سالن غذاخوری ساکنین در لیبرتی. موضوع چیه خانم خرمرودی؟ من فکر کردم یعنی کوبلر هم باید حتی از محل غذاخوری ساکنین هم با خبر باشه و مشخص کنه کجا برن غذا میخورن. والا این داستان بلند سر بلندی داره. همونجا که گفتم کوبلر یک نفر بیطرف نیست. چرا یک نفر نماینده سازمان ملل به قول شما باید درخواست بکنه که سالن غذاخوریتون کجاست یا سالن تجمعاتتون کجاست از مجاهدین بخواد یا وقتی که ساکنین لیبرتی درخواست میکنن که این تیوال هایی هست که در اطراف به قول معروف کمپ لیبرتی هست وقتی درخواست میکنن که این تیوال ها رو بعد از حملات مکرر به این ساکنین که کوبله درخواست میکنه این تیوال ها رو وارد لیبرتی بکنه، این میگه به یک شرط که شما کروکی محل تجمعتون رو به من اعلام بکنید. خب مجاهدین از اونجایی که همیشه یا ساکنان لیبرتی همیشه صادق و شفاف کار کردن به نمایندگان این فرد سی تا محل تجمع به قول معروف کروکی تجمعشون رو میدن و میگن به چه دلیل های غذاخوریمون کجاها هست و یا کم و زیادی رو بیان میکنن، احتیاجاتشون رو بیان میکنن. خب بعد از اینکه این نفری که اصرار داشت که مجاهدین در یک جا جمع بشن یا ساکنین لیبرتی در یک جا جمع بشن و تغذیه نهار و شامشون رو انجام بدن، ما بلافاصله بعد از تحویل این کروکی سید محل تجمع در حمله 15 جون رو میبینیم که دقیقا سر ساعت ظهر جایی که زمانی که بالاترین به قول معروف ترافیک رفت آمد رو در لیبرتی داره مورد حمله قرار میگیره این منطقه کمپ لیبرتی. چرا؟ چون این نفر قشنگ دقیقا به قول معروف مزدوری خودش رو بارها و بارها، یعنی شما میگین اطلاعات رو منتقل کرده. بله دقیقا. ولی خوشبختانه ساکنان لیبرتی همیشه هوشیار و آگاه هستن و نمونش هم همونجور خیلی چیزها هستش که الان در وقت این برنامه نیست که حتی کارمندای یونامی که روزانه دو بار به این کمپ لیبرتی سر می‌زدن، یک وعده صبح یک وعده بعد از ظهر، در همون روز حمله به هیچ وجه این کمپ نیومدن. خب دقیقا همینه. چرا میخواد که اصرار داره که همه در یک سالن غذاخوری؟ چرا؟ که بخاطر اینکه ایشون مزدور بیش برای رژیم و مالکی نیست و میخواد این سالن رو در بالاترین شرایط بالاترین خسارت رو از مجاهدین و این مقاومتشون بگیره با کروکی دادن به رژیم و به قول معروف گره حمله برای رژیم بشه. خانم خرمرودی، از وقتی که ساکنین اشرف به لیبرتی منتقل شدن بیش از 3000 نفر هستن که فکر میکنم منتقل شدن، آقای کوبلر قول داده بود که اینها سریع به کشورهای سوم منتقل بشن، ولی هنوز تعداد بسیار بسیار کمی منتقل شدن و بقیه هنوز به قول معروف وسط زمین و آسمون هستن از نظر جای مکانشون. فکر میکنه شما علت اصلی عدم انتقال ساکنین به کشورهای اروپایی اونجور که کوبلر قول داده بود چیه؟
خانم قفای دقیقا همین باز همین برمیگردیم دقیقا به این نقش کثیف و شیطان ساز این مارتین کوبلر. این نفر واقعا در این پروسه با بسیار دروغ‌های بالایی که به مقام‌های بقول معروف به شورای امنیت و یا به خود مجاهدین و داد دروغ‌هایی که تحویل داد خیلی نقش مضر و فاسدی داشت. مجموعه از خرابکاری‌هایی که این توسط همین کوبلر و شیطان‌سازی‌های کوبلر انجام شده که واقعا اینقدر زیاده که بازم میگم به لیستش به برنامه ما نمی‌رسه. ولی قبل از اینکه کلاً این وقتی که می‌خواستن که ساکنین لیبرتی رو منتقل کنن، همونجور که می‌گن وزارت خارجه آمریکا برچسب به قول معروف حالا به تاریخ سپرده شده یه تروریستی رو بر روی ساکنین اشرف زده بود. به عنوان یک این کوبلر چه کار کرد؟ اومد به عنوان یک مانع از اون استفاده کرد که این رو میگم که تنها ما شهادت های آقای بومدرا رو که شنیدی باشین بارها و مکررن اعلام کرده که کوبلر حتی بعد از برداشتن برچسب تروریستی سازمان مجاهدین باز هم این رو برای خودش به قول معروف علم خودش استفاده میکرد و میگفت رژیم و مالکی هنوز این اشرفی ها و لیبرتی رو در لیست تروریستی خودشون دارن و این این عامل باعث شده که دولت های اروپایی مایل به پذیرش اونها نباشن و از اون طرف هم به قول معروف اینجوری به قول معروف خنده رو تا چیزش به قلب مقاومت و نیروهاش میریخت و از اون طرف اشک تمساح میریخت که هدفش انتقال اونها به کشورهای امنه. برای نمونه مثلا آخرین نمونه رو من فقط کوتاه اشاره کنم که دولت آلبانی بود که به عنوان نمونه بر اساس کارهای شبان روزه خانم مریم رجوی شخصا خودشون دولت آلبانی پذیرفت که 210 نفر رو بپذیره ولی به دلایل امنیتی تصمیم گرفتن که این رو علنی نکنن و بین خود قرارداد رو قرارنامه رو بین خودشون و خانم مریم رجوی حفظ بکنن که این تا مدت زیادی علنی نبود. وقتی که قرار شد رسیدگی به پناهندگی انجام بشه اینها منتقل بشن ولی کوبلر با قول معروف دجالگری تونست به این خطیر دست پیدا بکنه و با دخالت بیجاش از یک طرف و برای اینکه به جیب رژیم بریزه و از طرفی هم برای جیب خودش بریزه با خرابکاریش این پروسه رو کاملا به هم زد و نتیجهش به اون شد که الان ما فقط 70 نفر از این 210 نفر رو تونستیم منتقل بکنیم به آلبانی. برای همین این نمونه های خیلی ریز و کوچیکیه که بیان میکنم که این کوبلر واقعا نقش مخربی داشته و با خرابکاریاش نه تنها کار رو از پیش نبرده بلکه مداما با انواع اقسام با قول معروف لیست و مارک و یا به هم ریختن قراردادها سعی میکنه که این پروسه رو به قول معروف به تأخیر بندازه. خانم خرمرودی در پایان اگه صحبتی دارید با هموطنانمون که احیاناً شاید الان صدای شما رو از آمریکا میشنوند بفرمایید. قبل از اون هم خواهش میکنم ساعت شروع تحسن رو هم اعلام بفرمایید. بله بازم باز یک دنیا تشکر از اینکه این فرصت رو به من دادید. من از همینجا از همه هموطنان عزیزمون که صدایی جز آزادی و دموکراسی برای میهن در زنجیرمون ایران ندارن میخوام که به یاری این خانواده ها و ساکنین خانواده های ساکنین لیبرتی و اشرف پردازن و همچنین صدای اعتراض خودشون رو بلند کنن تا جایی که میتونن بتونن این توته های این رژیم و ایادیش رو و آخوندها و همدستان اونها رو در خارج از کشور به گل بنشونین و در این سیاست استمالت که سالهاست با همکاری و کمک همدیگه ببندین
با شرکت در این تظاهرات که 16 جولای ساعت 11 صبح در مقابل دفتر UN United Nations در شهر نیویورک به اجرا گذاشته میشه، با شرکتتون از همه میخواییم که در گام بلندی بردارن برای پیروزی نهایی و به قول معروف سرنگونی این آخوندهای جنایتکار. انشالله که بتونیم با همکاری و همیاری همدیگه بتونیم هر چه زودتر این رژیم رو سرنگون بکنیم و بتونیم کشوری با همون آهنگ قبلیتون که داشتین بهاری برای ملت ایران بسازیم، کشوری پر از بهار و گل و بهار برای ایران بسازیم و این سیاهی ها رو هر چه زودتر با یاری همدیگه بتونیم از بین ببریم. خانم خرمرودی، از وقت و توضیحاتی که دادید بسیار متشکرم. براتون آرزوی پیروزی دارم. روزتون بخیر. با تشکر از شما که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. روزتون خوش. خنجر و خون و خطر، سر و سینه بی سپر، با خروش زنده باد، با شعار مرگبر، تک گردان خبیث ضد شورش و پلیس، گاز اشکاور و ماسک، خنده با چشمای خیس، دسته موتور سوار، گشتی و نقاب دار، پسرای تنکبود، دخترای بیقرار. آخه من یک تن و صد تن نیستم، آخه من حتی دیگه من نیستم، سیل خشمم که دارم میکوبم. آره من اهل نشستن نیستم، آخه من یک تن و صد تن نیستم، آخه من حتی دیگه من نیستم، سیل خشمم که دارم میکوبم. آره من اهل نشستن نیستم، آره من اهل نشستن نیستم. لحظه لحظه بودنه شد یه رخ داد
یک تن و صد تن نیستم، آخه من حتی دیگه من نیستم، سیل خشمم که دارم میکوبم، آره من اهل نشستن نیستم، آخه من یک تن و صد تن نیستم، آخه من حتی دیگه من نیستم، سیل خشمم که دارم میکوبم، آره من اهل نشستن نیستم، آره من اهل نشستن نیستم.